الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، صدق الله العظيم. بینندگان نهاد گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله متعال را سپاسگزار هستم که باز هم در برنامه اقرا از تلویزیون جهانی یک خدمت هموطنان گرامی خود قرار دارم. بحث امروز ما پیرامون محبت الله متعال با بندگان مخلص است. الله متعال بنده های مخلص را دوست دارد، بنده هایی که با الله متعال محبت می کنند، مخلص هستند، احکام الله متعال را در زندگیشان تطبیق می کنند، الله جل جلاله اینا را دوست دارد. در قرآن کریم الله متعال می فرماید که فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون، زود است که الله متعال اتر قوم را بیاره که اونا الله متعال را دوست دارن و الله متعال اونا را دوست داره که اونا اولیای الله متعال هستند. الله جل جلاله در آیه از سوره مبارکه بقره می فرماید که والذین آمنوا اشد حبا لله، آنان که ایمان آوردن به الله متعال بسیار محبت دارن با الله جل جلاله. زمان الله متعال با بندیش محبت میکنه که بندی الله جل جلاله چند صفت و چند ویژگی را در خود داشته باشد. الله جل جلاله در قرآن کریم می فرماید که ان الله یحب المتقین، الله دوست داره بنده های متقیش را. اولین ویژگی یا صفت ولی خدا یا دوست خدا که الله به او محبت میکنه تقوا هست. و وقتی ما شما مراجعه میکنیم به کلام الله متعال، به قرآن کریم، میبینیم که در آغاز سوره مبارکه بقره الله بیان میفرماید که هدل للمتقین. قرآن کریم کتاب از هدایت برای متقیان و ویژگی های انسان های متقی را الله جل جلاله در قرآن کریم بیان میکنه که متقیان کسانی هستند که الذین یؤمنون بالغیب، آنانی که ایمان آوردن به غیب، غیب آنچه که پوشیده هست، به الله متعال، به جنت، به دوزخ، به ملائک، به همه اینا باورمند هست. و یقیمون الصلا، و همیشه انسان متقی، انسان را که الله دوست داره، یکی از ویژگی هایشی است که همیشه نمازش را با ارکان و شرایطش ادا می کنه.
و مما رزقناهم ينفقون. الله می فرماید که یکی از ویژگی های انسان های متقی ای هست که از آنچه که ما برش روزی دادیم در راه الله متعال انفاق میکنه، خرچ میکنه. وقت زکات بالایش فرض شده باشه، نصایب نصاب بوده باشه، سال بالایش بگذره، زکات مالش را پرداخت میکنه و غیر از صدقات فرضی صدقات نفلی داره. دیگر از ویژگی های انسان های متقی که الله اونا را دوست داره، رب العالمین بیان میکنه که والذین یؤمنون بما انزل الیک، آنانی که ایمان دارن، ایمان آوردن به آنچه که به تو نازل شده ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ایمان میارن و باورمند هستن. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، و به کتابهایی که قبل از تو صحایف و کتابهایی که نازل شده، کتابهای سماوی به انبیاء علیهم السلام، به اونا باورمند هستن. و بالآخرت هم یوقنون. دیگر از ویژگی های انسان های متقی را الله بیان میکنه که اینا به آخرت معتقد هستند، به روز حساب که رب العالمین با بنده هایش محاسبه میکنه، به این باورمند هستند. الله جل جلاله باز بیان میکنه که اولایک اینمی جماعتی که اهل تقوا هستند، علا هدن من ربهم، اینا به رای هدایت از جانب الله هستند، در رای هدایت روان هستند. و اولایک هم المفلحون، الله میگه اینا کامیاب هستند. علما تعریف میکنند تقوا را که تقوا به این معنا که انسان مسلمان گناه را ترک بکنه و در زندگیش تلاش بکنه که تقوا داشته باشه، پرهیزگار باشه، از گناه دوری بکنه، با تقوا با پاکیزگی عمل بکنه به احکام الله متعال. ایجا هست که رب العالمین به همچون بنده های متقی می فرماید که ان الله یحب المتقین، الله دوست داره بنده های را که اونا پرهیزگار هستند. همچنان الله جل جلاله ای وعده را برای انسان های متقی، برای کسایی که الله با اونا محبت داره و اینا بنده های مخلص الله متعال هست، می فرماید که الا ان اولیاء الله، به تحقیق دوستان الله متعال، بندگان مخلص الله متعال کسانی هستند که الذین آمنو، آنان که ایمان آوردن به تمام آنچه که از جانب الله متعال به انبیاء علیهم السلام نازل شده، به کتابهای سماوی و آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای هدایت بشریت از طرف الله متعال آورده، به این معتقد هستند. الا این اولیاء الله، اولیای خدا، بنده های نیک الله متعال، بنده های مخلص الله متعال، آنان هستند که الذین آمنوا و کانوا یتقون، ایمان به الله دارند، به همه آنچه که از طرف الله نازل شده باورمند هستند و اینا تقوا دارند. لهم البشرا فی الحیات الدنیا، الله می فرمه لهم البشرا، برای از اینا، برای همچون بنده های نیک مژده هست در دنیا هم. در دنیا الله برشان عزت می ده، الله متعال در مال و زندگیشان برکت را می اندازه. امام بخاری در صحیحش حدیث را ذکر کرده پیرامون بندگان مخلص رب العالمین، که زمانی که یک انسان مؤمن رابطیش با الله متعال محکم نگاه می کنه، تا
تقوا پیدا می کنم. الله متعال به جبریل امین سلام می زنه که من فلان بنده را دوست خود انتخاب کردم، تو هم او را دوست داشته باش. جبریل امین به اهل آسمان ها و زمین سلام می زنه که الله متعال فلان بنده را دوست داره، شما هم او را دوست داشته باشین. امی جا هست که انسان های صالح سالهای سال میگذره، خاطراتشان در قلوب همه انسان ها قرار داره. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، تابعین، علمای بزرگ دین ما، کسانی بودند که هزارها سال بالایشان گذشته تا اکنون محبتشان در قلب مسلمان ها قرار داره و این دلالت میکنه به امان، تقوا و پریزگاری که اونا داشتن. الله می فرمایه که لهم البشرا فی الحیات الدنیا، هز برایشان مژده در زندگانی دنیا الله برشان کرامت نصیب میکنه. لهم البشرا فی الحیات الدنیا، علمای هستن که صدها جلد کتاب را نوشته کردن، تحقیق کردن و سالهای سال ازشان گذشته و او کتابها مورد مطالعه قرار میگیره و این دلالت به عظمت همچون علما میکنم. الله میفرمایه که لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، در آخرت هم برای همچون بنده های مخلص الله متعال مژده جنت داده میشن. پس الله متعال با کسان محبت میکنه و اونا را به بندگیش اختصاص میده که اونا بنده های مخلص الله هستند و یکی از ویژگی هایشان تقوا هسته که اینا اهل تقوا هستند. دومین ویژگی انسان های مخلص که رب العالمین با اینا محبت میکنه، الله اینا را دوست میداشته باشه، محسن بودن هست. الله جل جلاله در کلامش به هم اشاره دارم. دوستا وقفه داریم و بعد از وقفه انشاءالله دوباره بر میگردیم، با ما باشین. با سلام مجدد خدمت هموطنان نهایت گرامی، خواهر ما عایشه از پغمان سوال را مسج کردن که گفتن نقاشی تصویر زیر روح جایز است یا جایز نیست؟ خواهر گرامی، حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت میکنه که الله متعال کسان را در روز قیامت عذاب می تکونا المصورون هستن، یعنی تصویر برای زیروح می تن نقاشی می کنن. ای در شریعت ما منع قرار داره که نقاشی یک زیروح را کسی بکشه، اما اگر طبیعت بوده باشه، زیبایی های طبیعت بوده باشه، مشکل نداره. و حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم است که ملائک رحمت الله متعال جایی که تصویر بوده باشه اوجا نمی آیم. و برادر ما احمد از کابل سؤال را مطرح کردن که گفتن که اگر یک دختر با یک پسر اینا شیر خورده باشن که برادر و خواهر رضایی هستن، اما اینا نفهمیدن، نکاح کردن، بعدا ثابت شد، شواهد به وجود آمد که اینا شیر خوردن، حکم از چی است؟ علما می فرمایه که آن واحد اینا فسخ همیشه نکاح زنا در شریعت اسلام، به خاطر که جایز نیست برای یک جوانی که او با یک خواهر از یک مادر شیر خوردن که او برش خواهر رضایی میشه و این شریعت اجازه نمیده که نکاح بکنن، پس نکاح زنا فسخ است. و خواهر ما نوریه از کابل سوال را مطرح کردن، گفتن که دو ما قضایی دارن و اکنون ماه شوال هست و شش روز شوال اینا روزه گرفتن، آیا روزه ایشان شده یا نشده؟ خب
علما بیان میفرماید که اگر کسی غذایش کمتر باشه و بتانه مثلا در روز غذایی داشته باشه، اول غذایش را تمام بکنه بعد از 6 روز بگیره، این خوبتر بهتر. اما اگر غذایا زیاد هست و البته میخواهد تصمیم داره که غذایش را باز بعدا روزش را بگیره و اکنون مای شوال 6 روزش را روزه نفلی میگیره، مشکل نداره و ثواب از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست که کسی که بعد از ماه مبارک رمضان روزه را، یعنی رمضان روزه میگیره کلن و 6 روز ماه شوال را هم روزه میگیره، کان کصیام الدهر. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید گویا که انسان همه زمانه را روزه گرفته باشه، الله برش اجر نصیب میکنه. البته در روزه های نفلی خواهرای ما که ازدواج کردن بهتر است که با شوهرایشان هم صحبت بوده باشند و بگویند که روزی نفلی میگیرن. بحث امروز ما پیرامون محبت الله متعال با بندگان مخلصش است که ما ویژگی های بندگان مخلص یا بنده های مخلص الله که الله متعال با اونا محبت میکنه، ویژگی هایش را بیان کردیم. یکی از ویژگی هایش ای بود که انسان های که الله با اونا محبت میکنه انسان های متقی هستند، انسان های پرهیزگار هستند که از گناه و معصیت خود را دور میکنند. دومین ویژگیشان محسن بودن هست، انسان های نیک که کار نیک را به خاطر رضای الله متعال انجام میتن، همچون بنده ها را الله متعال دوست داره و بیان میکنه در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که کسی که با دوستان الله متعال دشمنی بکنن الله با اونا اعلان جنگ را میتن، آنقدر الله بنده های نیکش را دوست داره. الله متعال در سوره مبارکه عنکبوت آخرین آیش پیام میده برای ما مسلمانا که والذین جاهدوا، آنانی که سعی کردن، تلاش کردن، جهاد کردن با نفسشان، با شیطان، با کفار حربی و علم را آموختن، اینا کسان هستند که الله برشان مژده میده که جهادشان البته سعیشان به خاطر رضایت الله بوده باشه. لنهدینهم سبولنا، الله میگه خامخا ما اینا را هدایت میکنیم برای رضایت ما، برای بهشت، برای جنت. و ان الله لمع المحسنین، الله متعال با انسان های نیکوکار هست، یعنی معیت الله متعال با کسانی هست که اونا نیکی را انجام میتن. نیکی هر کار خیر گفته میشه که یک مسلمان به خاطر رضای الله متعال کار نیک را انجام بده، حتی دور کردن یک چیز مضر از مسیر را، کسی در مسیر را در حرکت است سنگ را دور میکنه که دی سنگ کسی اذیت آزار نشه، دی هم نیکی هست، رب العالمین برش اجرش نصیب میکنه. کسی تشنه است برش آب میده، کسی بار بسیار گرنگ را داره نمیتونه کی را حمل بکنه، با این کمک میکنه. جوانای ما که اینا در موتر میباشن و بزرگان میبینن احترام میکنن، جای با اونا رها میکنن، اینا کلن از علایم نیکی هست که الله متعال همچون انسان ها را دوز داره. و روایت هم ذکر میشه در رابطه به نیکی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با خانمی میکنه، خانمی ضعیف ناتوان پیچ سفیدی در مکه معظمه بوده و بار بسیار گرنگ با خود داشته، رسول الله صلی الله علیه و سلم میآید و بار از ایره با خود میگیره که ایره کمک بکنه، ایره همکاری بکنه، زیرا الله متعال از اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم در کلامش در سوره مبارکه نون ستایش کرده که و اینک لعلا خلق عظیم، ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو اخلاق بسیار بزرگی داری،
رسول الله صلی الله علیه و سلم بار را به دوش خود میگیره، در حالی که خانم نمیشناسه که محمد صلی الله علیه و سلم است و غیبت میکنه، در رابطه با پیغمبر خدا صحبتای میکنه، اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاموش است. وقتی که نزدیک خانیش میرسه، بارش را برش میمانه و خود را معرفی میکنه که معمو محمد هستم که پیغمبر الله به خاطر هدایت بشریت آمدیم. ای خانم کلمه میخوانه که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ببینیم که چقدر اخلاق بزرگ رسول الله صلی الله علیه وسلم داشت، با وجودی که خانم بدیات میکرد، اما بارش را بدوش داشت، او را حمایت میکرد و امکاری میکرد. پس الله همچون انسانهای نیک را که نیکیشان به خاطر رضایت الله متعال هست، در هر کار خیر با تمام مردم در هر محل منطقه از سهم میباشه، کمک میکنه، تعاون داره. اگر کمک مادی با فقرا نمیتانه، کمک معنوی میکنه، اخلاق نیک داره، رفتار نیک داره، اینا همه شامل نیکوکاری محسوب میشه. پس یکی از ویژگی های انسان های مخلص که الله جل جلاله با اینا محبت داره و اینا را دوست داره، محسن بودن و نیکو بودن هست. سومین ویژگی انسان های مخلص که الله اونا را دوست داره، علما بیان میکنند که این عبارت از متواضع بودن هست. وقتی که رب العالمین در کلامش در سوره مبارکه از قرآن کریم عباد الرحمن، در سوره مبارکه، سوره مبارکه شعرا، صفات بنده های نیکش را بیان میکنه و عباد الرحمن، بنده های رحمان الله متعال، الله اولین ویژگیش را میفرماید که الذین یمشون علی الارض هونا، آنان که در زمین با تواضع را میرن، متوازی هستند، از تکبر، از خودخواهی، از اینا دوری میکنن، با علم که الله برشان عطا کرده، با موقف اجتماعی که الله برشان عطا کرده، رابطه بسیار خوب با خلق الله متعال دارن، با انسان ها دارن و آداب اسلامی را مراعت میکنن، از تکبر و فخر و فروشی دوری میکنن. ای یکی از ویژگی های انسان های مخلص است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به همچون انسان های مخلص می فرماید که من تواضع رفعه الله، کسی که تواضع بکنه الله مقامش را بلند میکنه، عظمت برش نصیب میکنه. و یکی از نصایح لقمان حکیم که الله متعال در سوره مبارکه لقمان در قرآن کریم به آن اشاره میکنه، امی هست که لقمان حکیم برای پسرش وقت نصیحت میکنه، بیان میکنه که ولا تمشی فی الارض مرحا، در زمین با تکبر، با فخر را نرو، به خاطر که تو نمیتانی زمین و آسمان را پاره بکنی. همچنان وقتی که قوم قارون را میبینن با تمام و مال و ثروتی که الله به او عطا کرده بود، به امتحان برش میگن لا تفرح، خوشحالی نکن با این ثروت و مال که تو داری، ان الله لا يحب الفرحين، الله دوست نداره کسایی را که با مال و ثروتشان خوشحالی دارن و تکبر و غرور دارن، الله همچون بنده ها را دوست نداره. پس بهترین صفت برای انسان متقی، برای انسان مخلص که الله جل جلاله با محبت میکنه، تواضع و فروتنی است. دوستا وقفه داریم و بعد از وقفه انشاءالله دوباره برمیگردیم، با ما باشین. با سلام مجدد خدمت هموطنان نهاد گرامی،
باز هم سوالات را داریم. البته خواهر ما پروانه از لوگر سوال را مسج کردن که اینا گفتن وقت قرآن کریم میخوانن در آیات که سجده هست میرسن، گفتن اما قسمت آیه سجده را قرأت نمی کنم، آیا گناهگار میشم یا نمیشم؟ خواهر گرامی، شما کلن آیت قرآن را بخوانین، آیه سجده را بخوانین و طریقی بسیار آسان داره. امی که آیه سجده را شما خواندین، استاد میشین، خب نیت به مقلبتان کافی است که نیت کردین، راست به سجده میرین، سه بار سبحان ربی الاعلا میگوین، تمام. فقط یک قیام و رفتن به سجده، سه بار سبحان ربی الاعلا گفتن و از فضیلت داره، عظمت داره که مسلمان سجده تلاوت بکنه. پس به این روش پیش برین، قرآن کلن بخونین، آیه سجده را بخونین و سجده بکنین. اگر آیه سجده را خاموشانه خوندین، خود تنها بالای شما واجب میشه سجده تلاوت. اگر شما باز بلند قرأت کردین، کسای دیگی هم در اونجا حضور داشتن، به اونا باز بگوین که اونا هم سجده تلاوت بکنن. سوال دومی که خواهر ما پروانه از لوگر مطرح کردن، گفتن پدر مادرشان زهیر شده، با وجودی که گفتن خدمتشان را می کنم، اما باز هم بدوا می کنن. آیا بدوایشان قبول میشه یا نمیشه؟ خواهر گرامی، الله متعال نیت شما را می بینه، اعمال شما را می بینه. پس شما واقعا اگر مخلص بوده باشین، خدمت از اونا را بکنین. اونا چون زهیر شدن، ناتوان شدن، اگر کدام لفظ زشت بر شما میگن تشویش نکنین، الله جل جلاله از حالات همه ما شما آگاهی دارم. برادر ما احمد واجد از ولسوالی بگرامی سوال را مطرح کردن که گفتن اگر کسی وفات بکنه، از او مال بانه و خانم بوده باشه و اولاد نداشته باشه، یا خانمش از شوهرش که وفات کرده میراث میبره یا نمیبره؟ بله، یک بر چهارم حصه در صورتی که اولاد نداشته باشه از اون مال میراث میبره خانم شوهرش که وفات کرده. اگر که اولاد داشته باشه، یک بر هشتم حصه باز مستحق میراث میشه. دوستان، بحث ما در رابطه با محبت الله متعال با بندگان مخلصش است. یکی از ویژگی های بنده های مخلص الله متعال را خواندیم که تقوا بود. انسان های مخلص انسان های متقی هستند. دومین ویژگیشان را خواندیم که محسن بودن بود. انسان مخلص که الله با او محبت میکنه، اینا محسن هستند، یعنی نیکوکار هستند. سومین ویژگیشان گفتیم متواضع بودن هست، که انسان مخلص که الله متعال با او محبت میکنه متواضع هست، فروتن هست، تواضع داره و خودخواهی نمیکنه. همچنان دیگر از ویژگی انسان مخلص عابد بودن هست. الله جل جلاله در کلامش میفرماید که العابدون، آنانی که عبادت الله متعال را می کنند، الحامدون، آنانی که زیاد الله را ستایش می کنند، الصائحون، آنانی که روزه می گیرند، الساجدون، آنانی که سجده می کنند در پیشگاه رب العالمین، الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر، آنانی که مردم را به کار نیک فرا می خوانند و از کار زشت دور میکنن مردم را، و الحافظون لحدود الله، و آنان که حفاظت میکنن از حدود الله متعال، و بشر المؤمنین، الله میگه مجدی جنت را بر همچون مؤمنا بتای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پس انسان عابد که ذکر الله متعال را میکنه، یاد از الله متعال میکنه در حلقات علوم اسلامی، تفسیر قرآن کریم، جایی که اوجا صحبت از دین الله متعال میشه اشتراک میکنه، محبت با علما داره، عابد عالم هست، یعنی
کوشش میکنه که علم را یاد بگیره، همچون انسان از جمله کسانی هست که الله جل جلاله با اینا محبت میکنه، الله جل جلاله اینا را دوست داره. آنقدر انسان عابد عالم که هم عبادت الله را میکنه و هم عالم هست، میفهمه شرایط عبادت را، ارکان و فرایض و موضوعات احکامی که تعلق به عبادت داره او را خوب درک میکنه، پیش الله متعال همچون انسان عظمت داره. حتی خواب انسان عالم عابد پیش الله متعال از یک کسی که او عالم نیست عابد هست، مثل خوابش، مثل بیداریش هست، گویا الله جل جلاله را عبادت کرده. آنقدر پیش الله متعال عظمت و اجر داره. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که ان الله ارنا الله متعال، ملائک الله متعال، اهل آسمان ها و زمین، حتی مرچه ها در سوراخ هایشان، ماهی ها در آب، اینا برای معلم خیر، برای عالم خیر که هم عابد هست هم عالم، به اینا مغفرت از طرف الله متعال میخواهد، بخشش میخواهد. ایشقدر اجر و پاداش بزرگ است که رب العالمین برای کسی نصیب میکنه که او را الله متعال دوست داره. دیگر از ویژگی انسان مخلص که الله با او محبت میکنه، الله با او دوستی داره، او عبارت از صابر بودن هست، که انسان نیک، انسان متقی، انسان متواضع، انسان عابد هست، او صابر هم است. در مقابل سختی هایی که در زندگی برای انسان مؤمن واقعی پیش میشه، فقط صبر میکنه و از الله جل جلاله کمک میخواه. وقتی نگاهی میکنیم ما به زندگی انبیاء علیهم السلام، به زندگی حضرت ابراهیم خلیل که صبر و شکیبایی میکنه، الله متعال آتش را برش سرد میسازه. حضرت اسماعیل نبی که وقت امر الله را میپذیره، فلما اسلما و تله للجبین، وقتی که به الله متعال تسلیم میشن پدر و فرزند، و سر حضرت اسماعیل علیه السلام حاضر میشه که در بخاطر رضایت الله متعال قربانی شوه، ایجا هست که رب العالمین عظمت را برشان نصیب میکنه و بیان میکنه که وناديناه ان یا ابراهیم، صدا زده میشه که ابراهیم قد صدقت الرؤیا، تو امو خوابت را که الله تو را امتحان کرد او را براستی عملی کردی. انا كذلك نجزي المحسنين، ما اینموتر پاداش برای انسانهای محسن، انسانهای نیکو هم عطا میکنیم. پس وقت نگاه میکنیم ما به زندگی حضرت ایوب علیه السلام که رب العالمین در امتحان قرار میده پیغمبرش را، همه کدام نعمتهایی که برش عطا کرده هم از پیشش میگیره، فرزندایش را، خانمهایش را، زندگیش را، بجز خانمی که میمانه برش، اما تا آخرین لحظات زندگی که داره نفس میکشه عبادت الله متعال را انجام میده. رب العالمین بیان میکنه اینا وجدناه صابرا، ما پیدا کردیم حضرت ایوب نبی را بنده شکیبا، صابر، نعم العبد، چقدر بنده نیک ما بوده. پس امتحان الله میایه برای انسانهای صالح، انسانهایی که الله با اونا محبت میکنه، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که سختترین امتحانات الله متعال به انبیاء علیهم السلام آمده، بعد از او برای اولیای خدا، کسایی که الله و پیغمبرش و دین الله را دوست دارن، الله جل جلاله اینا را در امتحان قرار میده، و اگر صبر کردن الله متعال برشان اجر صبر میده که انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله متعال برای انسانهای که صابر هستن بدون حساب اجر بزرگ را
برشان نصیب میکنه. این الله مع الصابرین، الله متعال با انسانهایی هست که اونا صبر و شکیبایی دارن. چی صبر شکیباییشان؟ در عبادت الله بوده، در عبادت سختی هایی که برشان پیش شده تحمل کردن. چی صبر و شکیباییشان در وقت بوده که زمینی معصیت و گناه برشان آماده بوده، اما از الله متعال ترسیدن، گناه را انجام ندادن. چی صبر و شکیبایی در وقت مصیبتی بوده که برشان در زندگی پیش شده، الله متعال امتحان را برشان آورده و اینا کارشان را به الله متعال گذاشتن و گفتن انا لله، ما از الله متعال هستیم و انا الیه راجعون، و بازگشت همه ما به سوی الله متعال هست. با خواندن ای آیه مبارکه اینا صبر و شکیبایی کردن. ای ویژگی را انسان‌های مخلص دارن و الله همچون بنده ها را دوست داره. هر پیغمبر را که وقت ما زندگیش را مطالعه می کنیم، در قرآن کریم می خوانیم، می بینیم که به انواع مختلف در امتحانات رب العالمین قرار گرفتن و هرگاه صبر و شکیبایی کردن، رب العالمین برشان اجر بزرگی را نصیب کرده. صبر و شکیبایی که حضرت موسی علیه السلام کرد در مقابل فرعون، الله متعال برش عظمت نصیب کرد. و همچنان دیگر از ویژگی های انسان های مخلص که الله با اونا محبت داره، الله اونا را دوست داره، ای است که انسان های مخلص توبه می کنن، به کثرت استغفر الله میگن، از الله متعال مغفرت می خوان. چون الله متعال دوست داره بنده هایی را که اونا توبه می کنن. این الله یحب التوابین، الله دوست داره بنده هایی را که توبه می کنن. الله جل جلاله در قرآن کریم بیان می فرماید که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بنده های ما که شما کوتاهی کردین با نفس هایتان، لا تقنطوا من رحمت الله، شما ناامید نشین از رحمت الله متعال. لا تقنطوا من رحمت الله، ان الله یغفر الذنوب جميعا، اراینا الله متعال همه گناه های بنده هایش را می بخشه. الله متعال مغفرت کننده با رحم است. رب العالمین مژده می ده برای بنده هایش که نه به عبادی خبر بده پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بنده های مرا نه به عبادی، انی انا الغفور الرحیم، که من مغفرت کننده با رحم استم. پس الله ما بنده های مخلصش را دوست داره، بنده هایی که توبه میکنه اونا را دوست داره. دوستا وقفه داریم و بعد از وقفه انشاءالله دوباره برمیگردیم، با ما باشین. با سلام مجدد خدمت هموطنان نهایت گرامی، برادر ما عبدالرحمن از پلچرخی سه سوال را اینا مسج کردن. سوال اولشان این هست، گفتن که اگر خانم الله برش طفل میته اما میادش را 40 روز تکمیل نمی کند، در 10 روز گفتن خوب میشه، صحتمند میشه، آیا غسل بکنه و نمازش را بخونه یا تا 40 روز انتظار بکشم؟ برادر گرامی، در فقه اسلامی بحث ایجا هست که هرگاه خواهر ما وقت الله متعال برش طفل میته که ایام نفاس هست، اگر در 5 روز یا در 10 روز یا در 15 روز، هر وقتی که صحتمند شد جور شد، غسلش را بکنه، منتظر 40 روز نباشه، نمازش را بخونه، اگر روزه میگیره روزیش را بگیره، نباید 40 روز اتمی انتظار بکشی. 40 روز برای خواهر است که تکلیفش ادامه داره. سوال دومی که مطرح کردن، گفتن که قرضه گرفتن از شرکتی که گفتن کار میکنن، قرضه میگیرن، آیا سود میشه نمیشه؟ اگر قرضه بدون عوض باشه، از ماش دور بتر قرضه حسنه بوده باشه
که یعنی پول اضافه نگیره، فقط امو پولش را که گرفته، کسی قرض گرفته به مو اندازه از ماشش دور بخوره، این سود نمیشه. اما اگر باز کم زیاد شوه ایجا سود واقع میشه. و سوال سومی که مطرح کردن، گفتن که با خانم برادر که جوان باشه سفر کردن درست است یا نه؟ نه خیر، درست نیست، محرم شمرده نمیشه. باید امی خانم جوان با شوهرش یا با پدرش یا با برادرش که محرمش است با او سفر بکنن. دوستا، بحث ما پیرامون محبت الله متعال با بندگان مخلص الله هست. الله متعال با بنده هایش محبت میکنه، اونا را دوست داره، پیش الله مقامشان بلند هست. که یکی از ویژگی هایشان گفتیم تقوا هست، که متقی بوده باشند. دو، محسن یعنی نیکوکار بوده باشند. سه، متواضع فروتنی داشته باشند. چهارم، عابد بوده باشند. پنجم، گفتیم صبر و شکیبایی در زندگیشان داشته باشند. صفت بعدی گفتیم توبه بکنند، هرگاه گناه از پیشان سر میزنه فورا به سوی الله متعال رجوع میکنند و مغفرت میخوان از الله متعال، به کثرت استغفر الله میگن. و دیگر از ویژگی های انسان های مخلص که رب العالمین اونا را دوست داره، صادق بودن در زندگی هست، که دروغ نمیگن. زیرا رب ما بار بار در قرآن کریم بیان فرموده که الله متعال انسان های صادق را دوست داره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، الله می فرماید که ای اهل ایمان، اتقوا الله، از الله بترسین و کونوا مع الصادقین، باشین انسان های راستگو در زندگیتان. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که ان الصدق یهدی الی البر، صداقت انسان را به نیکی فرا می خواند. وقت انسان مؤمن صادق بوده باشه، نیکوکار هم هست، تلاش میکنه که نیکی را انجام بده. و ان البر یهدی الی الجنه، و نیکی انسان را به جنت فرا میخوانه. پس مسلمان سخن راست میزنه، از دروغ اجتناب میکنه، از غیبت اجتناب میکنه، از کینه و حسادت اجتناب میکنه، از عیب و طعنه اجتناب میکنه، سعی و تلاش میکنه که زندگیش مطابق به آنچه که الله و رسولش تعلیم داده بوده باشه. و همچنان دیگر ویژگی که انسان مخلص داره، که الله متعال او انسان مخلص را دوست داره، ای است که در راه الله متعال انفاق میکنه، خرچ میکنه. بهترین ویژگی هست که الله جل جلاله در کلامش هم بیان فرموده که ویطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، طعام میته برای فقرا و مساکین و اسیرا در حال که خودش نیاز داره. ویطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوجه الله، و طعام دادنش به فقرا و مساکین به خاطر رضایت الله متعال هستند. پس انسان مخلص، انسان مؤمن در راه الله متعال به حد توانی که داره خرچ میکنه، مصرف میکنه. وقت الله متعال برش ثروت داده، سرمایه داده، سعی میکنه که یک مقدار از زیره، غیر از این که پول زکات را میکشه، مقدار دیگه از زیره هم به فقرا و مدارس به کارهای خیر بده، تا به عنوان صدقه جاریه بعد از مرگ از این انسان به درد از این بخوره. زیرا یکی از مواردی که بعد از مرگ برای انسان مسلمان میرسه، صدقه جاریه هست که مسلمان در حیاتش انجام داده. و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم این ویژگی و این صفت را اینا با خود داشتند که در راه الله متعال انفاق میکردند، خرچ میکردند. همچنان دیگر از ویژگی انسان مخلص ای هست که همیشه سعی میکنه که بیاموزه در حلقات قرآن کریم، در حلقاتی که اوجا یاد از الله متعال میشه سهیم میباشه، و از عمرش، از لحظات
زندگیش کوشش میکنه که استفاده خوبتر داشته باشه در آن جایی که منکرات هست، معصیت هست، گناه هست، اوجه کوشش میکنه که سهم نداشته باشه، زیرا وقت الله متعال عباد الرحمن بنده های رحمانش را معرفی میکنه در قرآن کریم، یکی از ویژگی هایشان هم امی است که والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، آنان که شب را در قیام و سجده سپری میکنن، در کنار که فرایض را ادا میکنن پابند میباشن، به نوافل هم به کثرت ذکر میکنن، به کثرت تلاوت قرآن کریم میخوانن و دعا بیشتر میکنن. انسان که او مخلص هست در دعا زیاد اصرار میورزد، دائم دعا میکنه، چون رسول ما صلی الله علیه و سلم فرموده که الدعا مخ العباده، الدعا هو العباده، دعا در حقیقت عبادت هست. با عجز و تواضع در پیشگاه رب العالمین انسان مخلص دعا میکنه. وقت انسان اینمی صفات را انسان مسلمان که با خود داشته باشه که تقوا و محسن بودن و متواضع بودن و عابد بودن، صابر بودن، توبه کننده بوده باشه، صادق بوده باشه، در راه الله انفاق بکنه، زور و فشار شیطان هم بالای از این نمیرسه، زیرا شیطان تسلط پیدا نمیکنه بالای بنده های مخلص الله متعال و الله جل جلاله همچون بنده ها را دوست داره. دوستا در اخیر برنامه دعا میکنیم الله متعال همه ما را این ویژگی ها و این صفاتی که بنده های مخلص داره نصیب کن. الله متعال گناه های ما را عفو کن. الله متعال مریضای اهل اسلام را در خانه ها شفا خانه ها شفا جل نصیب کن. قصداران اهل اسلام را از قرض خلاص کن. بندیان اهل اسلام را از بند خلاص کن. الله متعال مسلمان های فلسطین را در حفظ امان خود داشته باش. الله متعال کسایی که اولاد نداره باشن اولاد صالح نصیب کن. الله متعال ما را با ایمان آوردی، با ایمان داشته باش، همه ما را با ایمان ببر. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.